Okay, all right. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فرد. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor though. Use Gum Brand for healthy gums. Softbix, Proxibrush cleaners, flossers and dental floss. Your gums matter. سلام مخاطبای عزیز تیم پلاس، امروز 20 بهمن روز آخر 35مین جشنواره فیلم فجر هستش. از سینما پردیس ملت کاخ مردمی جشنواره با شما هستیم. امروز قراره دو فیلم مهم اینجا اکران بشه که یکی از اونها ماجرای نیمروز هستش. این فیلم اولین فیلمی بود که تو این 11 روز ما دیدیم. سالن ها کاملا پر شدن و حتی صندلی اضافه هم چیدن و واقعا شبیه یه اکران جشنواره‌ای بود. با ما همراه باشید، گزارش فرش قرمز و مصاحبه با عوامل فیلم ماجرای نیمروز رو که شانس زیادی برای دریافت سیمرغ مردمی داره ببینید. آقای مهران فر، بهتون تبریک میگم، فیلم بسیار عالی بود، نقشتون بسیار عالی و اولین فیلمی بود که اینقدر سالن ها پر شده بود تا حتی صندلی اضافه. فکر میکنید دلیلش چی بود؟ خب وقتی یه فیلم خوب باشه مردم میان میبینن دیگه. خب مردم هم نمیدونستم دیگه، حالا مطمئنا تعریف شنیده بودن، خیلی هم رو حساب بازیگر هم رو حساب کارگردان. سینمای ما اکثرا از رو تعریف میان، یعنی مردم وقتی بعضیاشون میان فیلمو میبینن میرن تعریف میکنن بر بقیه که فیلم خوبیه، چون خیلی کم پیش میاد سینمای ما فیلم خوب داشته باشه، بر همین هجوم میارن دیگه. خب آقای مهدویان بهتون تبریک میگم، فیلم خیلی مورد توجه مردم حداقل میدونم قرار گرفته. شما حالا سنتون رو دقیق نمیدونم، ولی حالا یا نبودید اون موقع یا خیلی کوچیک بودید، چجوری فضا رو انقدر خوب درآوردید؟ به هر حال برای فیلم ساختن راجع به هر فضایی لازم است که حتما تجربه شخصی داشته باشی، برای بخواد پژوهش کنی، فکر کنی، تأمل کنی، تخیل کنی تا بتونی اون فضا رو در بیاری. مشاوره هم داشتید؟ حتما باید مشورت بگیرید از مشاورای مختلف تا اینکه بتونی با جزئیات بپردازی به فضا. خیلی واکنش ها شدید بود نسبت به داوری ها. شما راضی هست تیم این فیلم از داوری جشنواره یا نه؟ من از فیلم راضی هم، اونتا داوری دیگه خب به هر حال نمیشه چیزی گفت، برای اینکه به هر حال ما پذیرفتیم که تو این جشنواره و تو این رقابت باشیم، هر تصمیمی هم داوران بگیرن ما میپذیریم، مشکلی نیست. امید دارید تیم آقا مردمی رو بگیره فیلم؟ چند درصد احتمال میدی فیلم اول باشه؟ از بازخوردایی که خودم در حین اجرا در حین اکرانا میبینم، فکر میکنم که به هر حال جزء یکی دوتای خیلی خوب باشه که مردم خیلی استقبال کردن. تهش یا کشته شدن یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام. همه جا آدم داره، برج مراقبت باهاشون هماهنگه، هر غلطی دلشون میخواد میکنه. اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تحویل شما بدم که چی بشه، میخوان بفرسینشون سینه دیوار دیگه. آخر باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون. اگه اینجوری پیش بریم باید مسیحیت تو نقشای مکمل. خب شما هم نقش مکمل حساب میشید، آقای عزتی هم نقش مکمل. چی شد آقای عزتی انتخاب شد؟ شما نبودید تو کاندیداها؟ من توی فیلم نقش اول هستم، یعنی نقش اول هست. مرداد صدیقیان نقش اول فیلم هستیم یه جورایی، یعنی میشه دو تا نقش اول باشه؟ شده توی فیلم، والا چیز اینجوریه نمیدونم، به ما گفتن نقش اوله. آقا چطور بود فیلم؟ عالی بود فیلم ماجرای نیمروز، خیلی خوب بود، خیلی پسندیده. نقاط قوتش فکر میکنید کجاهای فیلم بود؟ فضایش چجوری در اومده بود؟ موضوع بسیار مهمه که مردم بعد این موضوعات رو بدن. میتونید با این صدا ضبط کنید؟ موضوع یک، دو، ساخت عالیه. واقعا آقای مهدویان کارش خیلی خوبه، حالا تو این کار از مستند استفاده نکرده بود ولی خیلی خوب بود. این کار اصلا مستند بود دیگه، قد فضاسازی خوب بود. آره فضاسازیش به قدری خوب بود. عرضم اینه که اینجور آثار
این جور کارها سینمای ما رو رشد میده. رشد سینما بسیار وابسته است به این مخاطب. وقتی سلیقه من و شما دیگه یه فیلم پایین‌تر رو نپسنده، هر سازنده مجبوره فیلم در سطح سلیقه تو بسازه. خب اون وقت وقتی این تلاش بکنن، هم فیلم نامه قوی میشه، هم تصویرها خوب میشه، هم صدا خوب میشه. میگه واقعا یه فیلم کارا رو دیدید شما از اول جشنواره چند تا کار دیدید؟ دقت می کنین چون هم ایام فاطمی هست، هم یه مقداری درگیری های برنامه هایی که دارم، من فقط همین یه فیلم رو تونستم برنامه ریزی کنم ببینم، ولی همه آثار رو می بینم انشالله. خیلی ممنون جان. Cleaning between the teeth is very important. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums. Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter. خب از بازیگری استفاده کردیم، مثلا جواد عزتی و آقای مهران فرد. بعد اینا پیشینه یه مقدار طنزشون بیشتر مردم به خاطر کاری طنزشون میشناسن. چجوری ریسکو کردید که آوردیشون توی کار کاملا جدی؟ ببین مهم اینه که بازیگرای خیلی خوبی ان اینها و توانایی در آوردن نقش ها رو به نظر من داشتن و بهشون پیشنهاد دادم برای اینکه بیان بازی کنن. خب چقدر امید دارید مردمی رو بگیره این فیلم نیمروز؟ ببینید خیلی امیدوارم، استقبال که خیلی خوب بوده، واکنش هم که خیلی مثبت بوده. ما 10 روز که این 11 روز که اینجا هستیم، اولین سانسیه و اولین فیلمیه که میبینیم صندلی اضافه هم میذارن، همه صندلی ها پر شده و استقبال بی‌نظیره. به هر حال استقبال مردم باعث مباهات ماست دیگه، حالا هر نتیجه‌ای که میخواد اتفاق بیفته دیگه ما خیلی مهم نیست. خیلی ممنونم، ان شاءالله که موفق باشی. تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ کنی، همه چی خود به خود درست میشه. شما از این هم خواهی باش، آقا باش بلش خور خدا من نظره بیازم نته بیازم مکاری نکنم قرار بعدی رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود. بسه سر صورت کردم بعدش هم سوزن درشون، اسمش هم بایدش هم عملی آفان خانم قولی خانی، خسته نباشید. بهتون میگم یکی از بازیگرای پیگیر جشنواره بودید و ما میدیدیم که میاد فیلم ها رو میبینید. به دلیل اینکه خب 3-4 سال بود من ایران نبودم و امسال اولین سال بعد از 4 سال میام جشنواره، خیلی دوست داشتم که بیام و فیلم‌ها رو ببینم. فکر می‌کنم فیلم‌های خوبی رو انتخاب کردم و دیدم، به خصوص فیلم اخیر، یعنی همین آخرین فیلمی که دیدم، ماجرای نیمروز. بله خیلی دوست داشتم. خیلی خب یه نظرم میدید راجع به ماجرای نیمروز چطور بود؟ کدوم قسمتاش، کدوم نقاط فکر می‌کنید قوتش بود؟ من فکر می‌کنم که به هر حال سوژه‌ای که انتخاب شده بود، کارگردانی، بازی‌ها، گریم، طراحی صحنه، واقعا همه چی پرفکت و در جدول بود، به خصوص اینکه برای شاید حالا نسل ما که خیلی از جزئیات اتفاقات حالا دهه 60 با خبر نیستیم چون خیلی سنمون کم بوده، به هر حال این مستندگونه بودنش خیلی خوب بود. خب شما پیگیری میکردید فیلم ها رو میدید، مطمئنا تو ذهنتون یه سری قضاوت هم کردید راجبه فیلم ها، راجبه بازی ها و پیشبینی هایی کرده بودید. حالا با این کاندیدا هایی که اعلام شده چقدر تفاوت داشت با پیشبینی های شما و اون چیزی که تو ذهن شما بود؟ چون من همه فیلم ها رو ندیدم، من شاید مثلا 5-6 تا فیلم دیدم، خیلی نمیتونم نظر. فیلم هایی که دیدید انتظار داشتید ببینیدشون تو کاندیده ها و غافلگیر شدید؟ نه خوب بود. من به نظر من اون چیز فیلم هایی که دیده بودم و به هر حال فیلم هایی که خیلی خوب بود و جز به کاندیده ها هستن الان، خب درست بود دیگه. شما انتقادی ندارید شخصا نسبت به داوری؟ فیلم ها رو ندیدم، نه واقعا انتقادی ندارم. بهترین بازی نقش اول مرغ، اگه قرار باشه شما سیمرغ رو بدید، به کی میدید تو این فیلم هایی که دیدید؟ تو این فیلم هایی که دیدم، تو همین ماجرای نیمروز، به نظر من بازیگرای مردش همه خوب بودن، همه سیمرغ. اگه دست من باشه به همه بازیگرا سیمرغ میدم. نقش اول خانم چی؟ نقش اول خانومم خیلی خوب بودن تو فیلمایی که مثلا من فیلم خانم لیلا حاتمی رو رگ خواب متاسفانه ندیدم، فیلمی که خانم الناز شاکر دوست بازی کردن و که همه تعریف کردن ندیدم، به خاطر همین نمیتونم نظر بدم، ولی مثلا بازی خانم مریلا زارعی در فیلم اسرافیل خیلی خوب بود، البته اونجا نقش دویزم بودن، ولی به نظر من خیلی واقعا خوب بود. شش تمام شد، ببینید شفرادی.